با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. سگ روباتیک تامبات بهترین همدم برای سالمندان. سگ روباتیک تامبات یکی از برترین همیاران برای سالمندان است. درست مثل یک دوست صمیمی برای افراد عمل می‌کند و می‌تواند ارتباط مؤثر با انسان‌ها داشته باشد. تامبات می‌تواند دقیقاً همان حیوان خانگی باشد که به دلایل مختلف نداشتید. در واقع این حیوان خانگی هیچ محدودیت خوراکی و بهداشتی ندارد و صرفاً یک همیار صمیمی برای شما خواهد. جالب است که بدانید این ربات قابلیت حرکت دادن ابروها و چشم طراحی اختصاصی برای بیماران و سالمندان مبتلا به زوال عقل، دارای نرم افزار هوشمند و قابلیت به‌روزرسانی مداوم برای بهبود عملکرد ربات، دارای سیستم هوشمند ردیابی حرکات کاربر و تعدادی دیگر از امکانات است که این ربات فعلا در مرحله آزمایشی قرار دارد، اما پیش بینی می‌شود به زودی وارد بازار شود. این سگ رباتیک در سال 2020 وارد بازار خواهد شد و در خصوص قیمت نیز گمانه‌زنی‌های متعددی وجود دارد. پیش فروش گوشی اوپو رینو 3 از مرز 1.46 میلیون گذشت. گوشی‌های اوپو رینو 3 و رینو 3 پرو که از دو روز پیش معرفی شدند از مرز 1.46 میلیون پیش فروش در چین فراتر رفتند و از این طریق تعداد 580 هزار گوشی از طریق یکی از وبسایت‌ها پیش فروش شده است. هنوز مشخص نیست چه تعداد از این ثبت نام‌ها به فروش واقعی تبدیل شدند، اما این تعداد نشان دهنده علاقه زیاد برای خرید اولین موج از تلفن‌های هوشمند اوپو 5G به شمار می‌آید. پربازدیدترین صفحات ویکی‌پدیا در سال 2019 مشخص شد. صفحات ویکی‌پدیا همواره به عنوان صفحاتی مرجع برای دریافت اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند، اما جالب است بدانید که برخی صفحات ویکی‌پدیا تا پایان سال 2019 رکورد بازدید را شکستند. این رکورد رقمی بین 20 میلیون بار بازدید از یک صفحه تا بیشترین آمار بازدیدی 43 میلیون بازدید را برای فیلم انتقام جویان از آن خود کرده است. گوگل مسنجر یک ویژگی آزمایشی را در اندروید 10 فعال کرد. گوگل مسنجر ویژگی جدید را به شکل آزمایشی در اندروید 10 فعال کرد. این ویژگی جدید به نام آیکون بابلیس قابل مشاهده است. گوگل یک API جدید به نام بابلیس را معرفی کرد که کار را برای توسعه دهندگان برنامه آسان‌تر می‌کند تا اعلان‌های قابل مشاهده را مستقیماً روی صفحه نمایش کاربر قرار دهند. دقیقاً مانند آنچه فیسبوک مسنجر پیش از این اجرا کرده.